سلام مجدد. این برنامه های بین برنامه ها رو نگاه می کردم، بیننده محترمی به نظرم از ایران تلفن می کردن یا از افغانستان، خوب یادم نیست الان. اولا که خیلی خوشحالیم که صدای ما به این رسایی و خوبی در قسمت های مختلف افغانستان و ایران شنیده میشه. تبریک میگم به کارشناسای فنی، مشاورین فنی ما که انقدر زحمت میکشن و این کارهای خوب رو تحویل میدن. پیشنهاد کردن که به جای کمک کردن به افراد، اگر که شما وسایل کشاورزی برای اینها تهیه بکنید و آبیاری و کشاورزی و صنایع کشاورزی رو در افغانستان توسعه بدید، مردم بهتر میتوانند که زندگی کنند تا اینکه این کمک هایی که شما میکنید و همه اینها مصرف میشه، ولی کمک های پایه‌ای باید داشته باشید. خلاصه فرمایششون اینه که البته این کار حرف بسیار درست و عاقلانه است، ولی این کار وزارت کشاورزی افغانستانه یا وزارت کشاورزی ایرانه، کار ما نیست. ما که وزارتخانه نیستیم. ما الان برای شیشه روغنی که فرض بفرمایید که ممکنه قیمتش در افغانستان 70 سنت باشه، شیشه بزرگ روغن، 70 بار باید گدایی بکنیم تا اینکه این پولها حاصل بشه، و خدا میدونه که از چه مسیرهایی باید عبور بکنیم، به چند دولت و به چند محل پاسخگو باشیم و با چه نوع زندگی تحت بازجویی و تحت مراقبت زندگی بکنیم و از سایه خودمون وحشت داشته باشیم که میخوایم 70 سنت پول بفرستیم به افغانستان یا به جای دیگه یه شیشه روغن بخریم که 5-6 نفر آدم. فعلا من نمیخوام الان بحثا رو مطرح بکنم، فقط عرض میکنم که من ضمن اینکه پروژه های ایشون رو میپسندم شخصا، ولی از ایشان میخوام یک فکری بکنند که به زبان اصطلاح پارسی میگن که حالا زنگوله رو درست کردن، یه دی موش یک جای جمع بودن و یه گربه بود مرتب میامد تا این موش ها میخوابیدند، این موش ها رو یا گاز میگرفت یا میخورد یا زخمی میکرد، بالاخره اذیت میکرد. موش ها نشستند و فکر کردند که چه بکنند که بتونند در مقابل این گربه استادگی بکنند و این گربه رو یک جوری دور کنند. گفتن که ما که زورمون نمیرسه که با این گربه کشتی بگیریم، ولی شاید بتوانیم که اگر از ورود گربه باخبر بشیم فرار بکنیم. و بعد تصمیم میگیرن که یک زنگولهی درست بکنن که وقتی که این گربه حرکت میکنه، این صدای زنگ باعث بیداری موشها بشه و موشها بتوانند که جان خودشون رو حفظ کنن یا فرار کنن یا هرچی. خب تا اینجای قضیه خیلی خوبه، درست مثل همین طرحیست که این دوست محترم به ما دادن که با این طرح میشود که کارهای تولیدی کرد به جای اینکه کارهای مصرفی کرد. ولی بعد موشها حساب میکنن که خب حالا زنگوله رو ساختن و میسازن زنگوله رو با هزار زحمت. وقت این سوال پیش میاد که حالا این زنگوله رو چه کسی گردن این گربه بیاندازه؟ اون مشکلی که ما موش هستیم، ما اون موش ها هستیم و این دولت ها گربه که سهل، اژدها هستند اینها. ما چطور میخوایم که این زنگوله رو گردن این اژدها بیاندازیم و چطور اصلا این اژدها ما رو راحت میگذاره؟ ما به یک تعلیم و تربیت طولانی احتیاج داریم و زیربنای جامعه رو ساختن کار فقط یک نفر دو نفر نیست، اما کمک کردن به چند فقیر و کمک کردن به چند بچه‌ای که در حال مرگ هستند، اونها میتواند که کار من و شما باشد. اما من همون داستان چینی رو شنیدم که اگر شما به یک نفر یک ماهی بدید یک وعده غذا او رو پذیرایی کردید و یک روز زنده بیشتر زنده میموند. اما اگر به کسی
علم ماهیگیری یاد بدهید، به جای ماهی، ماهیگیری به او یاد بدهید، همه عمر صید ماهی میکند و همه عمر زندگی میکند. البته کلاس ماهیگیری درست کردن و فن ماهیگیری رو به ماهیگیر یاد دادن کاریست بسیار دشوار و احتیاج به سیستم و احتیاج به امکانات داره. ما اون امکانات رو نداریم. در سه تصور میکنم که دو یا سه جلسه گذشته، سه ساعت گذشته، ما در ارتباط یا دو جلسه گذشته درباره سوره قدر با شما سخن گفتیم و سوره قدر رو از نگرش عارف بزرگواری مثل حافظ نگاه کردیم که او چطور به قرآن نگاه میکرده و او چطور درباره سوره قدر اظهار نظر میکرده و شرح کوتاه و مختصر غزل او یکی دو ساعت به طول انجامید. گویا مجموعاً 5 غزل از حافظ هست که در ارتباط با سوره قدر قرار داره و از هر کدام اینها دریایی از اطلاعات میشه کسب کرد و به کار برد. در دومین غزل او که بدون تفسیر در این قسمت از برنامه قرائت میکنم و بلافاصله بدون اینکه معنی کنم و دربارش توضیح بدهم، در این جلسه لااقل میرویم به سراغ قرآن و سوره قدر رو با هم بررسی میکنیم و انشاءالله در ساعات بعد دوباره باز میگردیم به این غزل حافظ. در واقع غزل حافظ رو آغاز سخن قرار دادیم، سوره قدر رو شروع میکنیم، به پایان میبریم و در پایان این سخنان به تفسیر و تشریح نگرش حافظ در این غزل دوم به موضوع شب قدر در قرآن میپردازیم. دوش دیدم از تکیه که من روی لغات میکنم بیننده به این نتیجه برسد که اینها چیزهایی است که مکس کردن من و تکیه کردن روی این لغات مکانهایی است که در برنامه‌های بعدی در این موارد سخن خواهم گفت و روی این ایستگاه‌ها ایست خواهم کرد و تشریح خواهم کرد. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و بسرشتند، به پیمانه زدند، مخلوط کردند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار یا قرعه فال به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. سلامون هی حتی مطلع الفجر. آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع،
آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند. آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. با تأخیر دو سه ساعت بالاخره به تعهد خودمون باز میگردیم و به قرائت آیه به سوره قدر از کلام الله مجید میپردازیم. سوره 97 از قرآن مجید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما آن را در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلت القدر، و چه میتواند که موجب ادراک تو از شب قدر بشود. لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر و خوبتر است از خوبی هزار ماه. تنزل و ملائکت و روح و فیها، فرستاده می شوند، فرو فرستاده می شوند، نه تنها فرستاده می شوند، فرو فرستاده می شوند. تنزل و فرشتگان و روح، فرشتگان و روح فرو فرستاده می شوند. فیها در اون شب، به اذن ربهم، با جواز و با اجازه ربشان، من کل امر، در ارتباط با کل امر. در این آیه نسبتاً، سوره نسبتاً کوتاه و بسیار عمیق و حیرت آور، اساس ساختمان آفرینش و اساس معماری هستی و در واقع اشاره به موضوع قامز و بیپاسخ چگونگی هستی سازی و چگونگی خلقت و چگونگی آفرینش و چگونگی خلقت قانون آفرینش و نظم آفرینش و ضابطه آفرینش یا قدر بین چیزها و امکان بین چیزها در این آیه سخن میگوید. و همونطور که در مقدمات عرایزم در قصاعتهای قبل عرض کردم، بزرگانی مانند حافظ، مانند مولوی و در بیان مفصلتری ملا صدرای شیرازی در اثر معروف و جاودانه خود اسفار اربعه، سفرهای چهارگانه، در ارتباط با این آیه سخن گفتند. و ما انشاءالله سعی میکنیم که اگر بتوانیم در این مورد در حد بضاعت به شما عزیزان اطلاعات بدهیم که چطور میتوان که با سواد قلیلی که برای ما باقی مانده در این مورد با شما صحبت بکنیم. سوره قدر با این عبارت آغاز می شود.
انا انزلناه فی لیلة القدر، ما من نیست در اینجا، ما یعنی خدا در اینجا سخن میگوید، ولی خدا نمیگوید من، میگوید ما، یعنی خدا و لااقل یک نفری دیگه. ما آن را نگفته است که ما قرآن را، ممکن است قرآن باشد ممکن است نباشد، در این مرحله‌ای که بررسی میکنیم آیه روز آیه با آیه در این سوره، ما، من و آن را، هر چی که آن هست، من، ما، آن را در شب قدر نازل کردیم. در این مورد موضوع وحی و موضوع نزول و موضوع ما و موضوع شب و موضوع قدر مطرح می شود. یعنی در همین آغاز کلام ما با 5 واژه کلیدی مواجه هستیم. یکی این که ما یعنی کیا هستن اینها، باید احراز هویت بشه. این که خدا در بیان کبریایی من رو ما میگوید، ابدا من چنین چیزی رو قبول ندارم. بسیار گفته شده و بسیار هم اشتباه گفته شده، همچین چیزی نیست. یعنی اگر که در جای خدا من گفته، اون جایی است که خدا کبریایی نداشته. یعنی خدا در قرآن گاهی از اوقات کبریا میشه، گاهی از اوقات متواضع و فروتن میشه و کبریایی خودش رو کنار میگذاره. این تعاریف و اینها اصلا منطقی نیست. یکی از مفاهیمی که ما باش سر و کار داریم ما هست، که چرا خدا من نمیگوید و چرا ما میگوید، این شریک خدا کیست در اینجا. دوم موضوع نزول است، که به طور کلی مفهوم نزول در ارتباط با سوره قدر چیست. اصلا وقتی در قرآن اشاره میکند که آیات خدا نازل شده، یا این قرآن تنزیل هست، نازل شده از طرف خدا، ما ببینیم که نزول چه مفهومی داره اصلا. و اینکه درباره شب سخن میگوید در اینجا، آیا شب منظور وقتی است که خورشید ما به زمین میچرخه و ما در سوی از زمین قرار میگیریم که پشت زمین به خورشید است و ما روی زمین هستیم و بعد میچرخه زمین و شب ما تبدیل به روز میشود، آیا منظور آن شب است یا مفهوم متشابهات داره در اینجا شب، و باید ببینیم که چه معنی میده. دیگر از واژه هایی که در همین اول کار با اون مواجه میشویم، واژه وحی است، که در این شب این اتفاقاتی که میفته و این داد و ستد هایی که میشه، این تعاملاتی که انجام میشه، این تعاملات بر مبنای گفتار معمولی است، یعنی یک فعلی انجام میشه در قالب ماده، در قالب جسم، در ظرفیت جسمانی. فرشته ای میاد، فرشته اونجا نشسته، روح هم اونجا نشسته، اینها با هم دیگه وارد میشن و بعد یک کاری رو انجام میدن. آیا اینها همه در قالب رؤیت جسمانی و رؤیت و دیداری است که ما به صورت جسم و ماده با این تعاملات و با این تظاهرات روبرو هستیم؟ و اگر چنین نیست، آیا می شود گفت که فرشته‌ای که دیده نمی شود، وحیی که دیده نمی شود، روحی که دیده نمی شود، اینها فرو فرستاده می شوند در شب قدر؟ شب قدر اون وقت دیده می شود، اونها فقط دیده نمی شوند، یا اونها هم دیده می شوند؟ یعنی شب قدر شبی است که
هم فرشته دیده می شود و هم فرشتگان، یه فرشته هم که نیست، هم روح دیده می شود. و بعد اینها چه می کنند؟ اینها اجازه نامه خودشون را از خدا نشان می دهند و می گویند که ما مأموریت داریم که در ارتباط با کل امر، یعنی با ارتباط با این موضوع باشیم. از واژه های بسیار مهم دیگری که بایستی که در مورد سخن گفته بشود، در کنار واژه نزول، ریشه نزله، پایین آمدن و پایین رفتن، ملائک یعنی فرشتگان. و چون که از مؤنث استفاده کرده، اسم مؤنث استفاده کرده، ملکه در واقع، ملائک جمع ملکه ها هست، یعنی که این فرشته مؤنث است. البته در زبان عربی اشیاء هم مؤنث و مذکر دارند، ولی خیلی دلیل بر این نیست که اصلا خود فرشته نر باشه یا ماده. ولی به هر حال فرشته چه نر باشه چه ماده، ما هنوز نمیدانیم فرشته چیست و چطور خدا از ما انتظار داره که ما وقتی مساله ساختمانش رو نمیشناسیم در مورد ساختمانش اظهار نظر کنیم. و روح ها نزول پیدا میکنند، نزول رو نمیدانیم چیست، ملائکه رو نمیدانیم چیست و روح رو هم نمیدانیم چیست. فیها در همون شبی که باز نمیدانیم، شب قدر، شب و قدر، این چگونه شبیست، به اذن ربشان، به اجازه ربشان در اون شب نازل می شوند. درباره کل امر که کل باید معنی بشود، امر هم باید مشخص بشود که مفهوم امر فرمان است یا موضوع است، چون امر دو معنی به زبان عربی می دهد، معنی دیگری هم دارد ولی دو معنی در زبان عربی می دهد. امر یکی معنی فرمان و یکی معنای موضوع. من کل امر درباره کل موضوع، یا درباره امر کل دستور. در امشب راجع به کل دستور خدا اینها می آیند و بعد سوال این است که می آیند که چه کنند، حالا چه به کل دستور باشه چه به کل موضوع باشه. و بعد واژه دیگری که باید مطرح بشود و در موردش کند و کاف بکنیم، واژه سلام هست و از ریشه سلامه و هی حتی مطلع الفجر، جایی که محل طلوعی است که از اون طلوع فجر میشه و فجر هم در ارتباط با این موضوع که در واقع شکافی است که در تاریکی ایجاد میشه، برشی است که به تاریکی زده میشه و از دل این تاریکی در واقع ظهور روشنایی میشه. اون هم بایستی که در موردش بیشتر توضیح داده بشه. تا به این ترتیب مبانی و پایه های این موضوع آیه و سوره مربوطه بهتر شناخته بشه. در مقدمه شروع این آیه سوره مهم، چند موضوع رو به عنوان درسی که بعد در ارتباط با همه آیات قرآن همه ما باید رعایت بکنیم در اینجا مطرح میکنم. هر کدام از ما در ارتباط با قرآن اگر نتوانیم به این سوالات جواب بدیم، هر کدام از ما، هیچ تعارف هم نداره، تا زمانی که ما به این سوالات جواب ندهیم نمیتوانیم حتی اگر تقوا هم داشته باشیم قرآن رو بفهمیم. اساساً مفهوم تقوا و حقیقت تقوا هم با فهم قرآن هم باید همراه باشه. ما اگر این توضیحاتی رو که عرض میکنم متوجه نشیم یا سرسری بگیریم و فکر کنیم که بدون این ابزار هم ما میتوانیم که این در رو باز کنیم، چون قرآن در داره دیگه، میگن که مفتاح یعنی کلید. اول قرآن سوره فاتحه کلید به شما میده، در رو باز میکنید میرید تو.
ولی همون در قرآن هم، همون فاتحه، همون مفتاح هم یا وسیله و آشار و سیستم باز میشه. بدون سیستم و بدون کاربرد وسیله، کار فهم قرآن مشکل، خسته کننده، کسل کننده و گاه غیر ممکن میشه. این است که با دقت توجه کنید و کسانی که یک بار این برنامه رو میشنوند یادداشت بردارن، کسانی که بعداً ما رو در رسانه‌های دیگر میبینن، در فیسبوک میبینن، در چه میبینن، در یوتیوب میبینن، میتوانند که در اونجا دو مرتبه ببینن و یادداشت کنند. قرآن برای چیست؟ قرآن برای چیست؟ قرآن برای چیست؟ یک، قرآن برای چیست؟ برای چه منظوری است؟ برای چه اصلا قرآن وجود داره؟ قرآن برای کیست؟ قرآن برای چه دورانی است؟ برای چه مقطعی از زمان است؟ مقطعی که ما اندازه میگیریم از آدم شروع می شود به قیامت تمام می شود، قرآن برای چه مقطعی از این مقاطع است؟ سوال چهارم این است که قرآن از نظر امکانی چه می کند؟ بالاخره هر چیزی که وجود داره یک کاری انجام میده. قرآن چه می کند؟ قرآن چگونه عمل می کند؟ اولا چه عملی می کند قرآن؟ پس بعدش هم قرآن چگونه عمل می کند؟ اون چیزی رو که قرآن عمل می کند چگونه اون عمل رو انجام می دهد؟ قرآن چگونه به صورت معتبر در طول زمان حرکت میکنه؟ اگر بگوییم که قرآن یک محموله که در یک حاملی، در یک وسیلهی قرار داره و روی یک محملی، روی یک جادهی، روی یک راهی حرکت میکنه، 1400 سال پیش این محموله فرض بفرمایید که بار یک شتری بوده و حامل این محمول یک شتر بوده، آیا در این 1400 سالی که در تاریخ سفر کرده هنوز این شتر شتر هست، یا این شتر تبدیل شده به اتومبیل، تبدیل شده به هواپیما، تبدیل شده به وسایل دیگه؟ خود پیام چی؟ خود پیام قرآن که در مورد شرایط زمان خودش صحبت میکنه، آیا اون شرایطی که قرآن دربارش صحبت میکنه الان هم هست یا نیست؟ یعنی اگر که راجع به فرض بفرمایید که ابولهب صحبت میکنه، اگر راجع به اسطوره ها و شخصیت ها صحبت میکنه، اگر راجع به یوسف صحبت میکنه، اگر راجع به هارون صحبت میکنه، اگر راجع به فرعون صحبت میکنه، اگر راجع به لوط صحبت میکنه، این داستان هایی که در قرآن هست که ما بیشتر ارزش تحقیقاتی و ارزش استنتاجی اینها رو مورد نظر قرار میدیم تا ارزش واقعی که آیا از نظر تاریخ اصلا فرعونی بوده یا نبوده. چون امروز از نظر علمی در علم تاریخ شناسی که بسیاری از تاریخ شناسای این علم هم یهودی هستند، هنوز نتوانستند که از نظر تاریخ علمی وجود شخصی به نام حضرت موسی رو ثابت بکنند. من فقط نقل خبر و نقل گزارش میکنم، اظهار نظر فعلا نمیکنم. سوال این است که قرآن که در زمان سفر میکند تا چه اندازه‌ای محتویات قرآن در این سفر اعتبار خودش رو حفظ میکنه؟ مثلا یک عده‌ای از باورمندان آیین بهائی معتقد هستند که قرآن در معبر زمان ارزش‌های خودش را از دست داده
و در زمان پیامبر باورمندان بهائیت این محموله، این پیام خدا رو تحویل گرفته و تغییراتی درش داده، اصلاحاتی درش وارد کرده، تحولاتی درش وارد کرده و تبدیل به یک مکتبی شده، تبدیل به یک محموله شده که لااقل برای زمان خودش مناسبه. و اون در واقع میگوید که حرکت قرآن اعتبار خودش رو در تاریخ از دست داده به علت اینکه امکان استفاده از او وجود نداره. آیا ببینیم چنین است یا چنان نیست؟ مطلب بعدی که ما حتما بایستی که هر آیه قرآن رو که باز میکنیم به همه این سوالات باید جواب بدیم. اگر این کار رو بکنیم احتمالاً نمیتوانیم که قرآن رو در ماه رمضان روزی 2 ساعت بخوانیم و 3 مرتبه قرآن رو از اول تا آخر ختم کنیم. اون در واقع ختم فهم، ختم شعور و ختم منطق کردیم، نه ختم قرآن. قرآن اونطور ختم نمیشه. ممکنه چیزهای دیگه ختم بشه. هر آیه ای از قرآن که میخوانیم باید به این لیست سوالات جواب بدیم. سوال هفتم این است که مخاطب قرآن کیست؟ به چه کسی خطاب شده؟ به چه گروهی خطاب شده؟ در چه مقطعی از زمان به چه گروهی از مردمان به چه منظور خطاب شده؟ سوال بعدی این است که قرآن چه ارتباط ذهنی با خواننده دارد؟ یعنی ذهن من از خواندن این آیه باید متوجه چه چیزی بشود؟ به من چه ارتباطی پیدا می کند؟ به زبان ساده اگر بخواهیم که بگوییم که قرآن چه ارتباط ذهنی با من دارد، در زبان محاوره کوچه و بازار میگویند به من چه مربوط است، با من چه ارتباطی پیدا میکند. مثلا در قرآن داستان ایجاد آدم رو یا جعالت آدم رو یا خلق آدم رو هر چه میخواهید اسمش رو بگذارید مطرح میکنه که خدا به فرشته ها اینطوری گفت من میخوام آدم خلق کنم. فرشته ها گفتند که نه این کار رو نکن، اون گفت نه این کار رو بکن. بالاخره بحث و گفتگو کردن و کار به یه جایی رسید. آدم قبل از اینکه بخواهد به نتیجه برسد این سوالاتی رو که عرض کردم مطرح میکند. سوال هشتم این است که ارتباط ذهنی خواننده یا ارتباط ذهنی مخاطب با موضوعات قرآنی به چه صورت است. یعنی ما از خودمون سوال میکنیم که به من چه مربوط است که خدا برای من گزارش مینویسد، یک صفحه نوشته که من آدم رو چطور خلق کردم. چرا من باید بدانم که آدم رو چطور خلق کردی؟ اون هم همش در بیان متشابهات که هیچ کدام اونها نمیتواند واقعیت عینی و واقعیت مادی داشته باشه. چطور خدا با فرشته حرف زد؟ چطور فرشته با خدا حرف زد؟ چطور برای هم دلیل و برهان آوردند و نهایتاً خدا فرشته رو محکوم کرد؟ بسن چرا این داستانها رو برای من تعریف میکنه؟ به من چه مربوط هست که خدا نفرین کرده به ابولهب که دستش بریده باد یا نبریده باد؟ من چه کنم؟ سوال هشتم بودی. هر کدام از این سوالات اگر بی پاسخ بماند ادامه به خواندن قرآن ندهید، چون اون وقت از اون قرآن است که بن لادن به وجود میاد، از اون قرآن است که داعش به وجود میاد اگر بیاید، از اون قرآن طالبان به وجود میاید، از اون قرآن حزب اللهی های دروغ گوه به بار میآیند. سوال نهم که ما قبل از اینکه یک آیه رو شروع بکنیم به خواندن باید از خودمون بپرسیم این است که
خدا چرا مردم رو مختلف آفریده؟ چرا خدا مردم رو با فهمهای مختلف و با عقول مختلف آفریده که اینها هر کدامشان از قرآن یک استنباطی دارند؟ حتی کسانی که همه متقی هستند، اونها هم قرائتشون از قرآن مغایرت نداره با هم دیگه، ولی تفاوت داره با هم و تفاوت‌های بزرگ و وسیع داره، از هم خیلی فاصله داره برداشت‌هاشون. چرا چنین کرده خدا؟ سوال دهم این که خدا در قرآن ما رو دعوت به معارفه کرده که با هم معارفه کنید. مثلا شما از قرآن خواندید، به نظرتون رسیده که در قرآن گفته که اگر کسی دزدی کرد، مثلا یک کسی یک ارزن رو دزدی کرد، میخواییم به بی قانون بودن قانون اشاره کنیم که اگر این قانون باشه بی قانونه و ابلهانه و ظالمانه. یعنی اگر قبول کردیم که این قانون در ارتباط با دزد رو خدا گفته، هم خدا بی عدالت میشه، هم بی منطق میشه، هم بی عقل و بی درایت میشه. به این دلایلی که عرض میکنم، اگر دزدی کرد یعنی چه کرد؟ مفهوم دزدی چیه؟ اندازه داره دزدی یا اندازه نداره؟ آره، در این آیه تشریح کرده که اندازه داره یا نه. مثلا یک دزدی یک ارزن دزدی کرده، از نظر فرمول دزدی کرده. این کسی که یک ارزن دزدیده، نیاز هم نداشته، اضطرار هم نبوده، برای گرسنگی هم نبوده، دلش خواسته که یک ارزن دزدی کنه. آدمیزاده دیگه، خطاکاره، دیوانه است، لجبازه. تو من یه دونه ارزن میخوام از این کیسه ارزن، از این گونی بزرگ ارزن، یک عدد ارزن، یک ماش بدزدم. پس از نظر قرآنی دزد شد. حالا باید دست اینو ببرن، یعنی جدا کنن. بریدن نه اینکه ببرن، چاقو هم دست آدمو میبره. اون بریدن نه. بریدن این که جدا کنن عضو این رو از بدنش. برای این ارزن از کجا این کار رو انجام بدن؟ ناخن او رو ببرن. بند دوم، سوم، چهارم، مش دست، آرنج، کتف، شانه، هر دو دست برای یک ارزن. اولا چرا مردم رو مختلف آفریده با برداشت‌های مختلف؟ یکی این آیه قرآن رو میخواند، میگوید که این یعنی دست دزد رو ببرید کنار، اصلا جدا کنید. یکی میگوید نه، دست دزد رو فقط باید کوتاه کرد. یعنی چه کار بکنن؟ یه قسمتش رو ببرن، بدوزن کوتاه‌تر بشه؟ یا این بیان متشابهات قرآن امکان دزد رو باید کم کرد؟ و آیا بریدن دست باعث جلوگیری از دزدی میشه؟ یعنی اگر کسی یک انگشتش بریده شده یا یک شستش بریده شده، آیا این باعث میشود که دزدی متوقف بشود یا نه؟ آیا در این قانون خدا منطق و شعور و عدالت وجود داره؟ طبعا وجود نداره اگر قانون باشه. چرا ما استنباطهای مختلف از قرآن داریم؟ و فلسفه این که آفریدگار ما رو اینطور آفریده که این استنباطهای مختلف از قرآن داریم، چه توجیهی داره؟ چه عقلانیتی در این کار هست؟ مثلا در باور بهایی که نشأه در همین نوع باورهای غیر واقعی و غیر صحیح از قرآن و بعد هم از فرقه شیعه داره، درباره قانون جلوگیری از دزدی در کتاب مقدس بهائیان آمده که دزد رو باید بگیرند و یک مهری درست بکنند از آهن که روی این مهر نوشته باشه از سارق، یعنی دزد، با الف و لام و سین و همین حروفی که سارق رو می نویسن، به صورت یک مهر.
این رو در آتش بگذارن داغ بشه و وقتی سرخ شد روی پیشانی دزد قرار بدن، مثل داغی که به گاو میگذارند که پوست و گوشت رو میسوزانه و اینقدر فرو میره که دیگه گوشت هم پوست هم تجدید بنا نمیکنه و یک عمقی پیدا میکنه و گوشت بدون پوست ظاهر میشه، چون میدانید که پوست تولید نمیشه. این لایه های پوست اگر به پایان برسه، هر کجایی که پوست کش میاد البته بدوزن به هم، ولی خود پوست دیگه ساخته نمیشه. اگر که مبنای تولید و زایش پوست رو از بین ببرن، یعنی لایه های پوستی تا آخرش به پایان برسه یا بسوزه، دیگه پوست روش نمی کنه. به این علت هست که داغ میگذاشتن از زمانهای قدیم تا جایی که پوست کاملا بسوزه و یک قسمتی از گوشت هم بسوزه. اگر این کار رو نکنن، بعد از یک مدتی پوست رشد میکنه و اونجا پنهان میشه، اون داغ پنهان میشه و دیگه معلوم نیست که داغ گذاشتن. برای اینکه گاوهای هم رو ندوزدن و گاو شناسنامه داشته باشه و مشخصاتش معلوم باشه، گاو رو وقتی که داغ میگذارن، این داغ انقدر باید پایین بره که حدود شاید مثلا 2.5 میلیمتر 3 میلیمتر در داخل گوشت حیوان فرو میره، علاوه بر اینکه پوستش رو میسوزانه، که به هیچ عنوان تجدید بنا نکنه بدن که اون داغ پنهان بشه بعد از یک مدتی تا اون داره اون داغ با او هست. یک چنین داغی رو حضرت بهاءالله فرمودند که در قوانین مدرن دین بهایی که برای 1000 سال آینده باید تکافو بکنه، این تنبیه دزده که روی پیشانی او به عربی بایستی که این داغ رو بذارن. و منطقه پیشانی تصادفاً اونقدر نازکه، این پیشانی که ملاحظه میکنید که این من دست میزنم اینجا، این همش پوسته، یک لایه خیلی نازکی پشت این پوست قرار داره که حافظ نازکترین استخوانی است که جمجمه مغز رو نگه میداره در خودش، محفوظه مغز رو، و بیشتر اعمال و رفتاری که ما انجام میدیم، یعنی کارهای بیهیویرال و کارهایی که رفتاری است، ما یک سری کارهایی که میکنیم جنبه های به اصطلاح سایکولوژیکال داره، جنبه های روانی داره، یک مقداریش جنبه های بیهیویرال داره یا جنبه های رفتاری داره. این جلو مخصوص به هر دوی این کارهاست، قسمت جلوی مغز، و حرارتی که بخواهد که این پوست و این گوشت رو بسوزاند که به صورت دائمی همیشه این داغ باقی باشد روی پیشانی آدم، این در واقع کاملا مغز رو مختل میکنه، یعنی اون شخص دیگه دارای مغزی نیست که این مغز قادر باشه که این بدن رو اداره بکنه. و علت این که این مطالب رو بیان می کنم، مخالفت من با هیچ دینی نیست. یه وقتی تصور نکنید که من با دین بهایی مخالفم یا با دین بابی مخالفم یا اساساً، به هیچ عنوان چنین نیست. من با هیچ دینی مخالفت و با هیچ دینی و با هیچ مرامی دشمنی ندارم. و ما در آینده هم از افراد مختلف که بیایند و جرأت کنند که در اینجا پشت این دوربین قرار بگیرن دعوت کردیم، باز هم دعوت میکنیم که بیایند و بدون اینکه نصفه برنامه فرار کنند در برنامه باقی بمانند و به سوالات مردم جواب بدن و با مردم سخن بگویند. اما علت ترسی هم من ندارم، من مخالفت هم میکنم به جایش با هر دینی، دین یهود باشد، دین مسیح باشد، زردشتی باشد، دین سرمایه باشد، دین الهاد باشد، دین استعمار باشد، من با هر کسی که لازم باشد در آموزش قرآن مقابله پیدا بکنم مقابله پیدا میکنم و چیزی به عنوان ترس در من وجود ندارد. اما این بحثی که میکنم بحث مخالفت یا موافقت با دین نیست. مقصود من این است که حتی کسانی که سالها مسلمان بودند، عربی میدانستند یا نسبتاً میدانستند و با این کتاب زندگی کردند و از این کتاب الهام گرفتند و از طریق این کتاب به مقام پیامبری رسیدند،
خب اینها خیلی دیگه استنباطیشون باید قوی باشه. من به استنباط حضرت بهاءالله از قرآن توجه میکنم. در اثبات بحثی که در پیش داریم که این سوالات رو باید بکنید از خودتون قبل از اینکه قرآن رو بخوانید که چرا آدم ها اینقدر استنباط های مختلف از قرآن دارن؟ چرا یک نفر مثل من فکر میکنه که به هیچ عنوان معنی تنبیه سارق بریدن فیزیکی دست او و جدا کردن دست او نیست؟ با دلایلی که برای خودم دارم بارها گفتم باز هم خواهم گفت. چرا کسی دیگری فکر میکنه که فقط از انگشت باید برید؟ چرا کسی دیگر فکر میکنه از مچ دست باید برید؟ چرا کسی مثل مفتی های عربستان فکر میکنن که چون گردن، خوب توجه کنید، چون گردن به دست وصله، بنابراین میشود که گردن رو بخشی از دست محسوب کرد و اگر دزدی کرد میشود که دست گردنی او رو قطع کنن و به همین دلیل دزدانی رو که میگیرند به خصوص اگر شیعه باشند برای نمایش و برای لجبازی در مقابل دولت ایران اینها رو گردن میزنن. حالا اگه دزدی هم نکرده باشن البته اونها به نام دزد میگیرن گردن میزنن که به هر حال کارهای سیاسی خودشون رو با هم انجام بدن که وارد اون بحث من نمیخوام بشم. الان میخوام عرض بکنم که استنباط های مختلف از قرآن در این حدت و شدت که تا پیامبری یک نفر مثل حضرت بهاءالله میرسه که به پیامبری میرسه ولی چنین استنباطی از قرآن داره که حتما دوز رو باید تنبیه بدنی کرد ولی به جای بریدن دست باید پیشانی او رو داغ گذاشت در جایی که در گوشت او انقدر آتش فرو بره که پوست او دیگه ساختمان نشه و بنا نشه سوخته او مثلا پوست او و هر کجا که می رود افراد که نگاه بکنند به پیشانی او می فهمند که این دزد است چون روی پیشانی او نوشته از سارق شناسنامش. حالا اگر این سارق رفت به چین آیا اونجا هم می توانند که این رو بشناسند یا اینکه دین بهایی باید یه دیکشنری بفرسته به تمام دنیا و همه زبانها که این شکل و این حروف معنی دوز می دهد؟ به قول آقای فیروزی به 4200 زبان دینی که در دنیا وجود داره به همه این دین ها یکی یک نامه بنویسند و به همه کشورهای جهان به همه زبانهای جهان که من نمی دانم چندین هزار زبان در دنیا وجود داره که همه اینها وقتی این شخص رو می بینن بفهمن که این از سارق که به عربی نوشته معنی دوز می دهد و بعد چه باید بکنند و این دوز چه باید بکند و این دوزدی که حدود 3 میلیمتر 4 میلیمتر در گوشت اون که انقدر گوشت نداره پیشانی آدم که استخوان او رو سوزانده باشه و ببینید با مغز او چه کرده باشه. این تنبیه نوعاً حضرت بهاءالله یک مسلمان بوده، حالا بعداً به مقام پیامبری رسیده یا هر چی شده اون رو من الان بحث نمی کنم، ولی برداشت و استنباط یک آدم از قرآن مثل حضرت ایشان این است که پیشانی شخص رو بسوزانند و مغز او رو بسوزانند. اما یک استنباط دیگری هم از من بی سواد هست که به مقام پیامبری هم نرسیدم و من با استدلال به همون آیه های قرآن اینطور میبینم که قطع به معنای کوتاه کردن امکانه با دلایلی که بارها آوردیم باز هم حاضریم که مطرح بکنیم. سوال 11 که شخص در قرائت قرآن باید از خودش بکند این است که موضوع هر آیه‌ای که می‌خواند مربوطه به چیست؟ این موضوع به قدری مهم است که انحراف و انصراف از این موضوع یا غفلت از این موضوع باعث می‌شود که ما هرگز به مفاهیم قرآنی آشنا نشویم و درکی از قرآن نداشته باشیم. یعنی ما باید تشخیص بدهیم که موضوع چیست. ما مثلا سوره یوسف رو از اول تا آخر میخوانیم. خیلی از خانواده ها هستن که به دختراشون سوره یوسف رو نمیذارن بخوانن و از کتاب سعدی هم اون قسمت بخش عشق و عاشقیش رو نمیذارن بخوانه، میگوین فاسد میشن. قرآن میگویند که خانواده هایی هستند که میگویند که دختر ما اگر سوره یوسف رو بخواند
فاسد می شود، اخلاق او فاسد می شود. و مسلمان هم هستند، قرآن رو هم می خوانند، خمس و زکات هم می دهند، هر سال هم به مکه می روند، ولی از زالینشون هم 5 لام داره به جای 3 لام. همه اینها رو دارند، ولی معتقدند که این کتاب قرآن کتاب فساده، باعث فاسد کردن زن و دختر میشه. یعنی اگر که دختر اونها سوره یوسف رو خواند، غلیان شهوت در او به آنجا میرسه که باعث انحرافش میشه. شما رو به خدا توجه بکنید، این چرا این اشکال پیدا میشه؟ چرا یک مرتبه خدا رو خدای مفسد میشناسه، قرآن رو کتاب فساد میشناسه، مسلمان هم هست، میاد دخترها سوره یوسف رو نخوانند؟ چرا نخوانند؟ برای اینکه در عشق عاشقی گفته زلیخا نمیدونم چه کار کرد و یوسف اون طور کرد و اینا خیلی بده. اینا یه چیزهایی در به اصطلاح تجسم دختر به وجود میارن که او رو منحرف میکنه. یعنی خدا باعث انحراف دخترهای ما میشه. موضوع قرآن رو ما باید بفهمیم که راجع به چی صحبت میکنه، اصلا چرا این آیه آمده، چه چیزی رو میخواد بیان بکنه. و سوال 12 این است که در مقابل این موضوع قرآن ما از خودمون سوال بکنیم که موضع قرآن، استند قرآن، جایگاه قرآن در مقابل این موضوع چیست. سوال 13 این است که قرآن به عنوان کتاب هدایت انسان را چگونه، 14 به چه ترتیب و 15 به کجا هدایت می کند. سوال 16 این است که هدف از هدایت انسان چیست. سوال 17 این است که انسان چرا باید هدایت شود. سوال 18 این است که انسان به کجا باید هدایت شود. سوال 19 این است که فایده هدایت شدن انسان چیست. در این مورد، یعنی در این 19 سوال که خیلی خیلی خلاصه و فهرستوار بیان شد، موضوع علم انسان، توان انسان، امکان انسان، استعداد انسان، اختیار انسان، عقل انسان، ذهنیت انسان، مسئولیت انسان، محدودیت انسان مطرح می شود. در مقابل اختیار انسان، موضوع جبر و اختیار در آفرینش مطرح می شود و مسئولیت انسان در مقابل هر یک از جبر یا اختیار قابل مطالعه و تجزیه و تحلیل است. یعنی وقتی آیه های قرآن با انسان در ارتباط قرار می گیره، ما باید ببینیم که علم انسان چیست، تا کجا میره، توان انسان در ارتباط با فهم این آیه چقدر است، امکان انسان چقدر است، استعداد، اختیار، عقل، ذهنیت، مسئولیت و محدودیت فهم ما در ارتباط با این آیه‌ای که می‌خوانیم، این ابزار ارتباط و ابزار فهم ماست نسبت به یک آیه. ما این ابزار رو باید شناسایی بکنیم که انسان با این ابزار برای فهم یک موضوع حرکت می‌کنه، حرکت ذهنی می‌کنه. ما این ابزار خودمون رو اگر شناسایی نکنیم، چطور یک مکانیکی، یک سیمکشی، یک تعمیرکار برقی وارد یک خانه ای میشه و میگوید من سیم های برق شما رو اصلاح میکنم یا برق خاموشی شما رو، خاموشی برق رو اصلاح میکنم، ولی ابدا ابزار کار با خودش نداره، امکانات خودش رو نمیدونه، نمیدونه که این برق شناس هست یا نیست، این مکانیک اتومبیل هست یا نیست. میگه شما برای چی اینجا آمدی؟ میگه اومدم اتومبیل رو تعمیر کنم. میگه شما تعمیر بلدی؟ میگه نمیدانم. آچار داری؟ نمیدانم. سابقه کار داری؟ نمیدانم. نه اینکه بلد نیستم، نمیدانم.
چطور کسی که حتی از علم مکانیکی خبر ندارد و حتی خبر ندارد که این علم مکانیکی دارد یا ندارد، چطور این شخص میتواند که موتور یک اتومبیل رو تعمیر کند؟ ما وقتی با قرآن مواجه میشیم، امکانات ما آچارهای ماست، اینسترومنت های ماست، ابزار ماست که ما باید این ابزار رو شناسایی بکنیم، چون میخواییم این ابزار رو به کار بگیریم تا قرآن رو بفهمیم، مگر اینکه با قرآن شوخی داشته باشیم که داریم هم اکثر اوقات. ما 9 مورد رو در مورد 19 مورد باید رعایت بکنیم. 19 سوال از قرآن میکنیم و بعد از خودمون 9 سوال میکنیم که تو چه هستی؟ به قرآن میگوییم تو چه هستی؟ 19 سوال از قرآن میکنیم که تو کیستی؟ چیستی؟ برای چی خوب هستی؟ آمدی اینجا چه بکنی؟ و بعد از خودمون باید سوال بکنیم که تو کیستی؟ تو چیستی؟ تو چگونه با چه ابزار و لوازمی برای فهم این 19 سوال اقدام میکنی؟ دو طرف، هم قرآن باید شناسایی بشه از نظر متد و از نظر هدف، و هم ما باید شناسایی بشیم که ما با چه ابزاری به فهم این مطالب مراجعه میکنیم. و موضوع جبر و اختیار مطرح میشود و موضوع مسئولیت مطرح میشود در مقابل جبر، مسئولیت در مقابل اختیار. و از همه این موضوعات که فهرست آنها ذکر شد، یک هدف تأمین میشود و آن این است که انسان چگونه میتواند به شناخت حقیقت هستی دست یابد. یعنی موضوع دین در واقع تبدیل می شود به موضوع هستی شناسی، و انسان دین شناسی رو بایستی که در بعد هستی شناسی مطالعه کنه. در ارتباط با موضوع هدایت و قرآن و نهایتاً سوره قدر، نخست باید این مقدمات مطرح بشود و معلوم بشود تا موضوع قدر و شب قدر بهتر بتواند که مفهوم ما گردد. اتاق فرمان دقایق کوتاهی اعلام تنفس بکنید، ما بازگردیم با بینندگان باشیم.